حضرتون عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی، اعلیحضرت رضا شاه دوم، پادشاه قانونی ایران، که البته همت میخواد، رشادت میخواد، غیرت میخواد، غیرتمندی، اومدن انجام دادن، از مردن، از خانواده از دست دادن، از این مسائل گذشتن، کاوه آهنگر، تمام سرداران ملی کشور ما شاهزاده برای بازپس گرفتن کشور باید جنگید. با این کشور، با این رژیم باید یونیفرم نظامی به تن کرد، باید چکمه با کرد. هر کی میگه زمان زمان رضا شاه نیست، زمان گذشته نیست، این حرفا چرند میگه، مزخرف میگه. اتفاقا زمان زمان رضا شاه کبیره. ایران به یک رضا شاه کبیر نیاز داره، به یک مردی که محکم بیسته، به یک مردی که به آخوند پوفیوز باج نده، به یک مردی که اجازه نده اطرافیانش با دار و دسته آخوندا ازدواج کنند و رفت آمد فامیلی پیدا کنند. هم مثلا شک و تردیدی نیست که استحاله. خب این صحبتم رو دارم با شاهزاده رضا پهلوی میکنم، شما مردم هم گوش کنید. میخوام به شاهزاده ثابت بکنم بعد از 30 سال نافرمانی های مدنی در این رژیم و در این کشور و با این حکومت و با این طرز تفکر و اندیشه و روانشناختی مردم ما کار نمیکنه. میرم زمان رفسنجانی رو براتون یه تیکش رو میگم، زمان خاتمی رو، یه اصلاح طلبیش رو میگم، بعد میایم تو احمدی نژاد و بعد به چند کشوری که شما به دائما ازش صحبت میکنید میریم و بعد میایم ثابت میکنیم که این رژیم رو باید مزرد پایینش کشید، گلوله گلوله، چاقو چاقو، مردم باید مسلح بشن و جلوش بایستن و بکشنش پایین. شما نمیتونید به عنوان یک سیاستمدار این حرف رو بزنید، ولی من میتونم. و شما میگی تو سکوی فاشیسته، نازیسته، اما البته میگید امثال هست، اونجوری که مشخص که نه، میگیدم مهم نیست، چون من احترام میذارم، شما یه دیپلمات هستید، من یک سرباز هستم. زمان جنگیدن با رژیم اسلامی و کشیدن پایینش شاهزاده هستید یا نیستید؟ اگر بگید هستم دوباره نافرمانی مدنی و هستم نلسون مندلا و هستم لخ بولنسا و هستم گاندی و تو همه مصاحباتون هم هنوز بعد از 30 سال میگین و هستم انقلاب ایران، به درد نمیخوره شاهزاده. وقت گذرونی نیروی بازدارنده بودنه، براتون ثابت میکنم، میخوام مردم هم گوش کنن. بریم یکی دوتا کلیپ ببینیم. من درد و دلیش داریم با مردی میکنیم که میخواد ایران ما رو نجات بده، منتها یه دونه خونه تکونی باید بکنه اعلیحضرت رضا شاه دوم، منتها مثل این که وکیومشون مدت ها حدود 20 سال سوخته. میریم و برمیگردیم. مهرامیسترین درودهای من تقدیم تو هموطن نازنینی که با عقل و درایت و هوشیاری در این روزهای خطرساز، حادثه ساز برای کشور ما، در این روزهایی که باید کمر همت ببندیم و رو خط شرف و غیرت برای رهاسازی مردممون و گسستن زنجیر از دست و پاشون با یکدیگر همگام و همیار بشیم. این تنها رسانه است، این تنها سنگری است که اگر تو هموطن خاموش و بیتفاوت من که نشسته ای 2 سال نگاهش میکنی اما کمکش نمیکنی، همیاریش نمیکنی، به این سنگر نمیپیوندی، تو هم داری خیانت میکنی. اگر نمیدیدی، رد میشدی و میگفتی خوشم نمیاد، نمیشد گفت داری خیانت میکنی. خب ندیدی. بریم
به دوران رفسنجانی خیلی کوتاه استحاله رو بازش کنیم، بریم به دوران خاتمی، بعد از اون اصلاحات رو ببینیم چی بود، بریم به دوران احمدی نژاد ببینیم چه شکلی پیدا کرد، و بریم ببینیم برون مرز چگونه رژیم اسلامی رو در درون مرز نگهش داشت. نه از شهرام همایون، نه از علیرضا میبودی، کسای دیگه ای هم که نداریم بتونیم به عنوان ژورنالیست روشون اونطور حساب بکنیم، در تلویزیون هاست منظورم، بشینن این حرفا رو بزن، خط قرمزه. هر چیزی باید به همین سبک 30 ساله حفظ بشه و قدمی فراتر از اون نباید بره. 4 تا مصاحبه، 2 تا اعلامیه، 2 تا بیانیه، خدا نگهدار ایران باد، بریم دوباره 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. باید کار رژیم رو شک و تردیدی نیست اعلی حضرت رضا شاه دوم پادشاه من که استحاله به دلیل فراگرد آرام و ضد خشونت اون بهتر از انقلابه. شما نافرمانی مدنی رو واژش رو به کار میبرید، من اینجا استحاله به کار بردم. شک و تردیدی نیست که استحاله به دلیل فراگرد آرام و ضد خشونت اون بهتر از انقلاب است. اما شاهزاده نازنین من، در جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب خونین اسلامی، تنها استحاله اسلامی میتونه عمل بکنه. استحاله مختص حکومت اسلامی میتونه عمل بکنه، یعنی گردش به دور خودش. هنگامی که خامنه ای به ولایت فقیه رسید اعلی حضرت و رهبری انقلاب رو به دست گرفت و حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی در سال 1368 بر اریکه ریاست جمهوری نشست، به شوخی هم خدمتون عرض کنم با رأی مردم، هیچ کس تصور نمی کرد فرد دیگری غیر از رفسنجانی ممکن است رئیس جمهور شود. برای همه چیز حساب و کتاب شده بود، از قبل برنامه ها ریخته شده بود، همانطور که در رژیم اسلامی در طول 30 سال گذشته همه پروژه ها، سناریو ها، برنامه ها از قبل ریخته شده است. یعنی پروژه موسوی ریخته شده بوده از قبل از دوران حتی اول احمدی نژاد. با من باشید، گوش بکنید. هیچ کس تصور نمی کرد فرد دیگری غیر از هاشمی رفسنجانی ممکنه رئیس جمهور بشه. اگر غیر از این می بود، اگر غیر از این بود، یعنی قرار بود کس دیگری جای رفسنجانی رئیس جمهور بشه، پس تقسیم مقام که پیشا پیش طرح اون ریخته شده بود که خامنه ای ولی فقیه بشه و رفسنجانی هم رئیس جمهور، این چه معنایی داشت؟ این چه معنایی میتونست داشته باشه برای اونهایی که هنوز دوزاریتون نیفتاده، برای اونهایی که هنوز دلارهای خون ملت ایران رو رفسنجانی برای پروژه میرحسین موسوی داره به خارج از کشور میفرسته؟ در این میان اما برگزاری انتصابات و تکیه بر رأی مردم همان لباس ژنده مشروعیتی است که برخی در برون از مرزهای ایران و عده‌ای در درون مثل شیرین عبادی و سروش و مروش و دار دسته بازرگان و این به اصطلاح ملا قلمی‌های جبهه ملی و این گونه مسائل، بلکه برخی از مردم این برگزاری انتصابات و تکیه بر رأی مردم رو لباس ژنده مشروعیتی میدونند که اون رو به غلط با مردم سالاری عوضی گرفتند. مردم سالاری وجود نداره، رأیی وجود نداره، یه مش آدم چاقوکش بی پدر و مادر حرومزاده اومدن کشور ما رو به صورت مافیایی تصاحبش کردن. دیگه قهرمان قلمداد کردن موسوی خیانت به ملت ایرانه،
اگر جوان ایرانی مغزشو شستشو دادن، کسی رو در عرصه قدرت، در عرصه رهبری نمیبینه، دنبال این حرومزاده میره، اون تقصیر من و توه، تقصیر من شاهزاده است، ایکس ایگرگه. حالا ما هم بریم به موسوی بچسبیم؟ یک بار این کارو با خاتمی کردین کافی نبود؟ یک بار بچه های وطن پرست در برون مرز شاهزاده محکم در مقابل طرح فراخوان رفراندوم و روزه سیاسی برای گنجی و نشستن با سازگارا و نوریزاده فریادهاشون رو زدن کافی نبود؟ حالا بریم دوباره دنبال موسوی و سبز و این بازی ها؟ ما خودمون آدم نیستیم، قدرت نداریم، تکامل فکری نداریم.